سلام، به فراخبر خوش آمدید در این برنامه. گشایش آغاز کار سالانه شورای ملی با پیام برگزاری انتخابات پارلمانی. اولویت های هفتمین سال کاری در مجلس نمایندگان چیست؟ ماده مواد مخدر جدیدی که مصرف کنندگان را به مجسمه تبدیل می کند. رئیس جمهور غنی هفتمین سال تقنینی 16 دور کاری شورای ملی را گشایش کرد. هرچند دوره قانونی کار مجلس نمایندگان در اول سرطان سال 1394 به پایان رسیده بود، اما این دومین سال است که کار مجلس تا برگزاری انتخابات پارلمانی تمدید می‌گردد. اکنون ظاهرا به نظر می‌رسد که حکومت تصمیم گرفته که با برگزاری انتخابات پارلمانی به کار اعضای کنونی مجلس نمایندگان در سال آینده پایان دهد. در جهت دیگر، هرچند میزان نارضایتی‌ها از فعالیت اعضای شورای ملی با بالاترین سطح خودش رسیده است، اما مجلس برای برآورده ساختن انتظارات مردم در این سال چه کارهایی را باید انجام بدهد؟ برای بحث بیشتر در این باره احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه و غلام حسین ناصری نماینده مجلس اینجا با من حضور دارد. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای ناصری، مجلس نمایندگان بار دیگر در یک وضعیت آشفته و نابسامان امنیتی کارش را از سر گرفت. برنامه در مجلس چی است؟ قرار است چه کارهای امسال اعضای مجلس نمایندگان انجام بدن تا مومد واقع شود در بهبود وضعیت کنونی افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی استاد سیف رفعت و همکاران محترم تکنیکی و تمام بینندگان محترم شبکه، اصولا خب کار آغاز شده. اگر یک توقع بلند بالا را مطرح بکنیم، به هیچ وجه عاقلانه نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه مکانیزمی موجود به بار دیگر اعضایی که به عنوان وکلا در چوکه های پارلمان قرار دارن، اینا عوض نشدن. پس بنابراین مکانیزم و ساختار هم ساختار قبلی است. و از طرف دیگر مشکل اساسی دیگر که به عنوان یک چالش قطعا باید بپذیریم، و اگر نپذیریم ولو مبلغ شرایطی که به افغانستان به وجود آمده و مومیتی کار ازو شده، متاسم اوی عبارتی عزیز که امسال سال هفتم میشه، در صورتی که برخلاف قانونی اساسی است. قانونی اساسی صراحت داره، میگه دوره کار ولسی جرگه در اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسه. یعنی بعد از اعلان نتایج انتخابات یک توجیه به اصطلاح، نه توجیه خیلی قوی، یک توجیه، ولی بازم برمیگردیم به یکی متاسفانه برگزاری انتخابات حق ملت افغانستان، به دلیل اینکه حاکمیت ملی به مردم افغانستان تعلق داره. امیدوار هستم همه حرفی که امروز در بیانیه خود جناب آقای رئیس جمهور حکومت وحدت ملی دکتر صاحب اشرف غنی بیان کرده، امیدوار هستم که اینمی جامعه عملی بپوشه و اجرایی شود. و اگر اجرایی نشود واقعا فاجعه هست در افغانستان. میاییم سری اصل سوال جناب عالی. خب در همین دوره با تمام فراز نشیبی که ماها رو برو بودیم، در بخش قانون گذاری نسبت به هر دوره دیگر وقتی که شما محاسبه میکنین قدر کنم و ما موفق میدانیم، موفق می دانیم. اما مشکل کار در بخش نظارت بر اجرا بر عمل کرده حکومت. در بخش اجرای کار اساسی همین جاست. انتقاد بالای مجلس نمایندگان وجود داره که اعضای مجلس عملکرد مطلوب برای بهبود وضعیت افغانستان انجام ندادن. مکانیزم کاری و شیوه عمل اعضای مجلس مؤثریت چندان نداشته، به ناکامی منتهی گردید. فکر نمیکنین که اعضای مجلس باید در شیوه کار و مکانیزم نظارتشان از نهادهای حکومتی تغییرات و بهبود به میان بیارن؟ خب علل اصول اگر کارها بر مبنای قانون و الزامات و تعهداتی که بر مبنای قانون و وکلا سپردن پیش بره، چون صراحت در قانون اساسی میگه که وقتی که حالا ماده 81 یا 82 یا 83 فرق نمیکنه، همون فقره دومش میگه که وکیل در زمان اظهار رأی منافی اولیای مردم افغانستان رو باید در نظر بگیره. اگر بنا شوه بینه و بین الله معیار تصمیم گیری همون منافع اولیای مردم افغانستان باشه، تمام ما
یعنی هر وکیل مکلفیت داره که در چارچوب قانون قطع نظر از هر گونه پارازات های و پارادوکس های عملی دیگر از قبیل قومیت، مذهب، سمت، گرا، قبیله و امثال ذالک، اگر این رو ما در نظر بگیریم، خب معیار پیشرفت و ترقی شورای ملی در مجموع و همینطوری فرزند ولیسی جرگه به طور خاص مطرح شد. این معیار در سالهای گذشته در نظر گرفته شده است؟ در بعضی موارد شده، در بعضی موارد، ولی این رو ما به عنوان یک نماینده میگم که در اکثر موارد در بخش نظارت بر عملکرد حکومت، یعنی نقش نظارتی خود به این شیوه که اونچه که در قانون درج است با این معیار متاسفانه نتونسته نماینده عمل. آقای رفعت، فکر میکنین که در قانون آجندای اعضای مجلس نمایندگان در سال روان چه موضوعات باید گنجانیده شود؟ با درود بر شما و میمان فرزانه برنامه، بینندگان عزیز تلویزیون، همونطور که گفته شد انتظارا نمیتونه زیاد بشه، اما یک تشویش وجود داره که سوای ضعفایی که در کار پارلمان بوده که اگر مجالش بود مرور خواهیم کرد، چیزی دیگری هم بر این ضعفا افزوده بشه، این خواهد بود که اگر انتخابات در سال آینده برگزار بشه، در آن صورت نمایندگان شاید بخش زیادی از وقت خود صرف کمپانهای انتخاباتی بکنند، غیابتهایشان در مجلس بیشتر خواهد شد و توجهشان برای نظارت بر کارکردهای حکومت و قانونگذاری کمتر خواهد شد. یعنی به این ترتیب شاید که ضعفهای پارلمان بیشتر بشه و کمتر نشه. مسئله اینجا اشاره شد که از لحاظ قانونگذاری گفتن خوب عمل کرده تا حد مجلس، بله، از لحاظ کمی بله، ولی از لحاظ کیفی چی؟ یک مشکل جدی که سر راه افغانستان وجود داره در کار قانونگذاری این است که از یک طرف حکومت وقت طرح قانون رو آماده میکنه، در تدوین طرح قانون اشتباه های زیاد پیش میاد، یعنی گاه با واقعیت های کشور سازگاری نداره، امکان عملیاتی شدنش بسیار پایین است، با عدالت خیلی نزدیک نیست. و پارلمان هم که میایه کم اتفاق میفته که پارلمان بتانه قانون ضعفایی که داره یا رفع کنه، یعنی به هر حال فی الجمله قانون تصویب میشه، اما نکته اینجاست قانون به خوبی هرچی بیشتر تصویب میشه یا نه، همراه با کاستیا که البته این بخشش برمیگرده به ضعف تخصصی پارلمان. یعنی شما اگر میانگین سواد نمایندگان پارلمان رو در نظر بگیرید خیلی مایوس کنید، در سطح بسیار پایینی است. شما میدانید که برای قانونگذاری نکته بسیار مهم این هست که تخصص داشته باشیم در زمینه‌های گوناگون. مشکل دیگر هم بحث از نظارت است. در سال آینده هم نظارت همین گونه خواهد با می ضعف های کالا مطرح میکنه، یک نظارت که هم در قانون پیش بینی شده و هم برای اجرایی کردنش به یقین که پارلمان دستور عمل داره، اما به جای اینکه نمایندگان بر مبنای دستور عمل بر کارکردهای حکومت نظارت کنند، یعنی اگر جای نیاز باشه پارلمان باید یک شخص یا گروهی را به صورت رسمی مأمور رسیدگی یا نظارت به کار مشخص در اداره مشخص یا اداره مشخصی بکنه، اما خلاف این کار بیشتر نمایندگان به جای اینکه از این منظر وارد نظارت بشن، اینها وقت زیاد وزیرا را به خود مصروف میکنن، اینها خواسته شخصی دارن، هرچند شاید این خواسته شخصی گاهی قانونی هم باشه، مثلا موکلش مشکلی داشته وزارت با آن بعد رسیدگی میکرده که نکرده، اما کار نماینده این نیست که به موکلاش همیشه این گونه بپردازه. کار نماینده است که وقتی تشخیص میکنه از طریق موکلاش که فلان کار در اداره به خوبی پیش نمیره، حالا وظیفه اینها نظارت بر کلیت این کار است که چرا در فلان وزارتخانه این مشکل وجود داره، آیا مشکل از قانون است، از مقرره است، از لایحه است، یا همه درست است، از ماموران هست، ضعف مدیریت است چی، بعد رسیدگی کنه. اگر مسئله قانون باشه قانون اصلاح کنه، مقرره باشه پیشنهاد بده،
وادار کنه اینا. اما اینا به جای این که این گونه نظارت کنن، نظارت چرا خارزادم این گونه شد، کار برادر زادم چه کار این چیزی رو حل نمی‌کنه. این کارها ناشی از چیز؟ فکر میکنین که اعضای مجلس درک و فهم از صلاحیت ها و وظایف خود ندارن در شورای ملی؟ یکی خب با بعضی از نمایندگان که صحبت کردم به صورت معمول گاهی دلیل میان که خب موکلان ما چی کنن، حکومت است خوب کار میکنه بد کار میکنه در حوزه صلاحیتش است. حالا قرار نیست که شما هر لحظه با وزارت بنه که این کاری آن کاری. مسئله دیگر مسئله هیئت اداری پارلمان هست که باید بیشتر نمایندگان را آگاه کنه از شیوه کار. در این زمینه باید برنامه ریزی کنه هیئت اداری. اگر نمایندگان از جایگاه حقوقی خود سوء استفاده میکنن، فشار غیر قانونی بر وزارت یا وزارت ماموران کارمندان دولت وارد میکنند، اینها باید افشا بشه. خب اول خب باید تدبیر بشن اصلاح بشه. این کاری است که هیئت اداری به صورت معمول اعمال نمیکنه. آقای رفعت، اولویت های هفتمین دوره کاری مجلس نمایندگان چه باید باشد؟ اینجا بحث حضور سرپرستان در وزارتخانه ها وجود داره، انتخابات شورای ملی در پیشروست، برگزاری انتخابات لویه جرگه تعدیل قانون اساسی همچنان مطرح است. فکر میکنین کدام مسائل و موضوعات اعضای مجلس باید امسال در اولویت کارهای خود قرار بدن؟ اجندای لویه جرگه قانون اساسی بحث آینده است، مجلس بعدی تا ببینید انتخابات شورای ولی سالی برگزار میشه یا نه. مسئله دیگر به صورت طبیعی باز هم قانونگذاری و نظارت هست و چیز بیشتری است که به مسئله امنیتی دقت بیشتر بکنن. اگر بتانند اینها یک مقدار طرح و برنامه ارائه بکنن، همکاری بیشتر بکنن با نهادهای امنیتی، تنها کافی نیست که اینها به هر حال از پاشنه پای آشیل حکومت گاه استفاده سو بکنه. خیلی سپاسگزارم. آقای ناصری، اعضای مجلس نمایندگان ضعف‌های فراوانی دارن. حالا به گفته آقای رفعت در بحث نظارت بیشتر اعضای مجلس خواستهای شخصی خود در محور قرار میدن و همچنان در حوزه قانونگذاری ضعف‌ها و کاستی‌ها در اعضای مجلس وجود دارن. از لحاظ تخصصی و فنی اعضای مجلس ضعف و ناتوانایی دارن. فکر نمی‌کنین که امسال باید به این نارسایی‌ها و ضعف‌ها رسیدگی صورت بگیرد، اعضای مجلس کارهای انجام بدن تا این نارسایی ها جبران شود؟ بسیار نکته خوب اشاره کردین هم شما استاد. ببین، ضعفی که در مرحله قانون گذاری نسبت به اعضای ولسی جرگه کنینی اون به وجود آمده، برمیگرده با کمال تاسف به یک ضعفی و خلای حقوقی و قانونی در قانون اساسی. ببین، اونجایی که فرزند شرایط یا به عبارت دیگر مواصفات کسی که کاندید میشه برای اشغال چوکی به نام نمایندگی در پلیس جرگه، حداقلش قانونگذارانی که قانون اساسی را اول تدوین کردن و بعد در لوی جرگه آمدن مرتکب یک خیانت شدن، اونا باید پاسخگوی این قضیه. اونا چطور شد؟ از یک طرف ما میگیم قوه مقننه، قوه قانونگذاری، از طرف دیگه شما ببین تناقض در کجاست. کسی که در همین قانون اساسی، کسی که خود را برای شورای ولایتی کاندید میکنه میگه دیپلم داشته باشن، اما کسی که خود برای قوه مقننه که عبارت از پلیس جرگه باشد خود کاندید میکنه، هیچ گونه شرط حتی نیاورده که صنفی 6 خوانده باشن. به همین دلیل که در قانون قبلی الله بالاخره دست ماها بسته شده در این مرحله. در زمان جناب آقای کرده قانونی انتخابات که پاس کردی، یکی از کسایی که بسیار سینه خود سپر کرد به خاطر از اینکه بگنجانیم که حداقل کسی که خود کاندید میکنه باید دارای لیسانس باشه. این ظفر میگرده به اینجا اجازه بدید، مشکل وجود داره. بیشتر ما میخوایم بریم مجلس نمایندگان به گفته آقای رفعت به خاطر رسیدن به خواستهای شخصی حالا میایید سر زو پشت درهای وزیر سر زو میایید. ببینن یعنی در حقیقت شما دو تا من. یک سوال که مطرح کردید دو تا زل داشت. من خواستم که به زل آخری از بیسه که زل دوم بود جواب داده باشم که این زبر میگرده به اون خلای حقوقی که در قانونی اساسی است ما جلوگیری هم نشدن. چرا اینها بیشتر خواستای شخصی خود در محور کارهایشان قرار میگیرن؟ این برمیگرده در عمل کرده بیسه اون وکیلی که به عنوان نظارت بر اعمال حکومت میکنه. اوا استاد خوب اشاره کردن، مراجعه یک وکیل در ادارات حکومتی به یک و جز وظایف و در لایحه به اصطلاح حقوقی و اجرای وظیفه وکیل نیست. اما چرا این کار سر میزند از سوی اکثریت اعضای مجلس نمایندگان؟ حالا برمیگردم،
چرا سر میزنه؟ او عبارت عزیز که موکلین هر کجا که مراجعه میکنه اول یک بحث عمومی میکنه، بعد بحث خصوصی. اول وقتی که به اصطلاح تمام ادارات حکومت افغانستان بروی انسانهای معمولی بسته است، بله. به هیچ وجه شما دسترسی به وزیر ندارین، در صورتی که بالاخره در وزیر باید برای همه باز باشه. اینجاست که متاسفانه اون وقت در بخش از اینکه کی سوء استفاده میکنه، این به عنوان یک قضیه موجبه جزئیات نه موجبه کلیه. آقای رفعت، بخش اعظم از مردم افغانستان از عملکرد اعضای مجلس نمایندگان راضی نیستند. بر اساس نظرسنجی ها اعضای مجلس نمایندگان در میان مردم افغانستان جایگاه و صلابت خود را از دست دادند، دیگر اعتماد در میان مردم افغانستان اکثریت اعضای مجلس ندارند. مجلس نمایندگان به خاطر اعاده اعتماد امسال باید چه کارهای انجام بده؟ نخستی که پارلمان فرصت بسیار اندک داره که بتونه اعاده خود اعتبار خود اعاده کنه. حداقل تنها کار کمی که مانده این است که آیا در دو سه روز آینده پارلمان موفق میشه که هیئت اداری انتخاب بکنه که از دانایی، تخصص و تعهد خوبی برخوردار باشه؟ چون در گذشته دیده شده که بعضی از عضوهای هیئت اداری، تاکید میکنم بعضی از عضوهای هیئت اداری، در انتخابشان مسئله شایستگی زیاد رعایت نشده به دلیل های خاصی که حالا نیاز به گفتنش نیست. و بیشتر بحث فساد و خرید و فروش رای ها مطرح بوده در سالهای گذشته. بله، امیدوار هستیم که حداقل در این سال اخیر خود نمایندگان پارلمان یک عملکرد به جای داشته باشند که یک هیئت اداری شایسته انتخاب کنه. باور دارین چون این کار انجام خواهد شد؟ امیدوار هستیم. اما باور ندارین؟ فقط میتونم امیدوار باشیم، مطمئن نیستیم. اما یک نکته هم، چرا مطمئن نیستین آقای رفعت؟ خب اگر به گذشته عملکرد نمایندگان نگاه کنیم خیلی امیدوار کننده نیست، اما به این که اگر متوجه شده باشند که خب در سال آخر یک مقدار اعاده اعتبار کنه برای پارلمان که به نفع خودشان هم هست، برای آینده اگر دوباره بخوان به پارلمان برگردن و این کار بکنن خوب است، به شایستگان اعتماد کنن. مثلا دیگر که اینجا مطرح شد که چرا بعضی از نمایندگان فردی به وزارت خونه ها مراجعه میکنن و از وزیران میخوان که کارها را بعضی کسا را انجام بدن. اگر دروازه اداره ها بر روی مردم بسته است، خب این درست نیست، اما باز کردن دروازه وزارتخانه ها بر روی مردم باید از طریق روش های قانونی صورت بگیرد. ما نمیشه با توسل به روش غیر قانونی کاری ولو خوب و قانونی را انجام بده. این توجیه کننده نیست. همین حکومت از کار خود ناخوب انجام میده. سعی کنین که حکومت وادار کنین که برنامه های کاریشه طور اعمال بکنه که همه سود ببره. ببینید حکومت وادار ساختن می شود. ببینید اینال مشکل بگیه، من نماینده مجلس هستم، میخوام که سری برادرزاده گذرنامه بگیره. خب زنگ میزنم به وزیر که سری گرفته شد به صف نباشه، چینی نباشه. خب این مشکل برادرزاده یا خوارزاده من حل شد، ولی مشکل مردم چیه؟ باید بررسی شه که آیا وزارت داخله قادر هست که راکار بهتری بسنجه که همه این مردم بتونن به راحتی این خدمات برایشان ارائه بشه. به این نکته باید توجه بشه، نه اینکه خب من وظیفه داشته باشم که چون دروازه وزارت بر روی همه باز نیست چنین و چیکار اینا. از طرف دیگه مشکلی که ایجاد شده، حکومت هم متاسفانه در ضربه زدن بر اعتبار حکومت بدون اینکه پارلمان بدون اینکه متوجه بشه سیم شده چند کار کرده حکومت. یک روی ناشایسته که اساسی در دوره آقای کرزی متاسفانه گذاشته شده بود که بیشتر از طریق وزارت امور پارلمانی سعی میشد که در موردهای خاصی که نیاز داشتن برای نمایندگان برای مسئله خاصی از تتمی استفاده میکردن. حالا هم شنیده میشه که امین کار وجود داره اما با قوت آن وقت نه، یک مدار ضعیف، ولی قطع نشد. این یک. دوم، اکثر وزیران چون خودشان از دانایی و توانایی لازم برای مدیریت وزارتخانه برآور نیستند، اینها هم تن به تمکین بیش از حد برای نمایندگان میدن، حتی میشه گفت گاهی که زبونی به خرج میدن در برابر نماینده پارلمان. این مسئله سبب میشه که نمایندگان بیشتر گستاخ بشن برای قانون گریزی. و این هم فراموش نکنید، وقتی در رده های حکومت و
نهاد تقنینی قانونگوریزی بیشتر دنبال میشه، از شهروندان نباید زیاد انتظار داشته باشین که قانونگرا باشن. خیلی سپاسگزارم آقای ناصری. بحث هیئت اداری انتخابات و هیئت اداری مجلس نمایندگان هر سال به جنجال و چالش کشیده میشه. حالا به گفته آقای رفعت مسئله فساد و خرید فروش رای همواره مطرح بوده. آقای رفعت زیاد مطمئن نیست تا بار دیگر این جنجال و این خرید فروش رای تکرار نشود. واقعا چنین خواهد بود؟ خب این یک مسئله است که به اصطلاح برمیگرده به اشخاص. پس بنابراین مسلمه که فساد در نظام افغانستان وجود داشته. قوه مقننه جزء نظام است، خارجی از نظام نیست، یک بخشی از ساختار نظام افغانستان است. اما هیئت اداری در اثر یک تصمیم جمعی انتخاب میشن. حالا ما میاییم آقای رفعت اصل شایستگی در انتخاب هیئت اداری مطرح نیست زیاد. ببین ما خدمت شما با صراحت اعلان کردیم بحث شایستگی و نمودر که در کل نظام افغانستان یک حرف معلق در هوا بوده، هیچ گونه مصداقی خارجی نداشته. چنانچه استاد اشاره کردن وزیر که فرزند میاره یک وزیر ناکامه، کی معرفی میکنه؟ مسلمه رئیس جمهور میاره معرفی میکنه با این تمرکزی که فعلا با کمال تاسف به وجود آمده در چارچوب ساختار حکومت ناکام وحدت ملی که سر از پا و مملوی از پرادوکس و بالاخره دروغگویی هستند. وقتی که وزیر اونا انتخاب میکنه با شعاری که داده میشه و خود حتی کار شما در کجای دنیا در کدام حکومت در کدام نظام واقعا سابقه داشته در سر تا سر ممالکی که فرزند دارای نظام حکومت هستند که رئیس جمهور بیای از ولسوال مصاحبه بگیره، رئیس جمهور بیای تردنخست قماندان امنیه مصاحبه بگیره، رئیس جمهور بیای حالا این توجیه شده میتونه؟ به هیچ وجه قابل توجیه. چرا شما کارهای خلاف انجام میتونه؟ چرا اعضای مجلس نمایندگان حالا به گفته آقای رفعت کارهای نامناسب انجام میتونه؟ از طرف دیگه ما با صراحت خدمت شما یادآوری کردم که چون نظام فاسد دروازه ادارات را ندنها فرزند و میز و چوکی و اتاقی وزیر کسی باز کردن نمیتونه که از معاونش کسی باز کردن نمیتونه، از مشاورش کسی باز کردن نمیتونه. شما من به عنوان مثال میگم آقای ناصری، حالا انتخابات هیئت اداری مجلس امسال چگونه برگزار خواهد شد؟ کدام معیارها در نظر گرفته خواهد شد در انتخاب هیئت اداری؟ امیدوار هستم بدون تردید موضوع قومیت اینجا دخالت داره، موضوع سمت اینجا دخالت داره، موضوع خدمت بکنم که او چیزی که تحت عنوان شایسته سالاری مطرح میشه در کل نظام افغانستان به طور مطلق و به طور عام و همینطوری ما دچار این مشکل و انتخاب در این زمینه و گزینش در این زمینه در هیئت اداری و بقیه تصامیم خواهیم بود. سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. احمد ضیاء رفعت استاد دانشگاه و غلام حسین ناصری نماینده مجلس، ممنون از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. یک ماده مخدر جدید در بریتانیا موسوم به اسپایس مصرف کنندگان را به مجسمه تبدیل می کند. روزنامه دیلی میرور ویدیویی را از مصرف کنندگان نوع مواد مخدر با نام اسپایس در شهر منچستر بریتانیا منتشر کرده است که در آن افراد مصرف کننده به جنازه های در حال حرکت یا مجسمه تبدیل می شوند. در این تصاویر به خانمان هایی که در مرکز شهر منچستر از این ماده مواد مخدر استفاده کردند به حرکتند و گویی منجمد شدند. اسپایس نوع صنعتی ماری جوانات در موارد موجب شده است که مصرف کنندگان برای زمین بیفتند و نتوانند دوباره سرپا بیستند. مصرف ماده مواد مخدر جدید موجب شده است که درخواست کنندگان امبولانس برای رساندن مصرف کنندگان اسپایس به بیمارستان‌های منچستر در هفته گذشته افزایش یابد. بر اساس آمار مؤسسه خیریه اقدام علیه اعتیاد، 10% از جمعیت با سن بیشتر از 18 سال در بریتانیا یک نوع مواد مخدر مصرف کردند.